سلام و عرض ادب خدمت تمامی عزیزان که به مناسبت درگذشت جانسوز استاد عزیز، استاد بزرگوار جناب آقای دکتر مصطفی فاطمی اینجا گرد هم آمدیم. در حال حاضر دعوت میکنم از ریاست محترم دانشکده دندانپزشکی جناب آقای دکتر دالبند. الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. این مجلس که به نام و یاد یکی از دوستان و همکاران و اساتید دانشکده منعقد است، قاعدتاً از جایگاه ویژه و خاصی برخوردار است. تقارن این جلسه رو با ایام شهادت حضرت زهرا که مناسبتی با نام و فامیلی سید ما سید فاطمی که از میان ما ناگهانی رخت بربست، خودش جای تأمل داره. چنین رفتنی و چنین عاقبتی که آرزو و دعای همه ماست که عاقبت به خیر بشیم کم پیش میاد. حیرت و ترس و اندوه، چنان که یتیم از دست دادن امنیت حضور کسی بشویم که انگار میپنداشتیم همیشه کنار من خواهد بود. پر از کلماتی که چون دیگر هیچ وقت به گوش مخاطبشان نمیرسند به آن کمالاتی که باید نخواهند رسید و اکنون اعتراف به آنها یک بار برای همیشه قلب صاحبشان را از حمل بار نگفتنها و فرصت نشدنها و ایکاشها خالی میکند. تک تک رفتارها و کلماتتان را در ذهنم مرور میکنم. چهره بشاش و مهربانی که هراس را از دل آنهایی که دیرتر به کلاس می آمدند می گرفت. کلاس بی غیبت و اخراج و دلهاره. رها از هرچه نگرانی و استراب و ترس و فرصت نابی که از لطف این رهایی دست می داد برای مرور دلایلی که حقیقتاً به خاطرش اینجا هستیم. سفرت به خیر، اما تو با دوستی خدا را. چو از این کویر وحشت به سلامتی گذشتی، به شکوفه ها، به باران برسان سلام ما را. ما مهربانی، متانت، امنیت، ساحت صبر، غایت آرامش و قامت بلند لبخند شما را از بریم. استاد عزیز، استاد مهربان، وای بر تمام قله هایی که باز ماندن از فتح شما، وای به حال زمستان. جای شما خالی نه، جای شما سبز است، آنچنان سبز که در میان تارو بوده این هستی عجیب پیچیده و مدام می روید. درود بر شما که خود شیوه معلمی بودید. درود بر شما که هر بار لبخندی مدام بودید. درود بر شما که مادام آرام بودید. استاد، صد درود بر شما، چه خوشمرام بودید. متنی که امسر بزرگوار استاد فاطمی عزیز نوشتن رو نام رد. بسم الله الرحمن الرحیم. میر من خوش میروی کندر سر و پا میگمت، خوش خرامان شو که پیش قد رعنا میرمت. گفته بودی کی بمیری پیش من تعجیل چیز، خوش تقاضا میکنی پیش تقاضا میرمت. سلام بر مصطفی خوب و برگزیدم، به یاد میآوری هنگام رفتن گفتم برایت نهار آماده کردم تا با خود ببری و تو در پاسخ گفتی و باز میگردم تا نهار با هم باشی و در کنار هم، و من در دل پنداشتم که نهایت تا پنج عصر باز میگردی و منتظرت خواهم ماند. نمیدانستم که روزگار نامهربان و دست بیمهر تقدیر این انتظار را به بلندای آسمان ها وسعت میدهد و آرزوی دوباره دیدنت را به هم نشینیم با خاک سرد قرین میسازد.
که اگر نبود علقه مادری و امانت دو یادگار عزیز و دردانت، از خداوند میخواستم همکنون به این انتظاری که اشد من الموت است پایان بخشد و دوباره در کنارت بودن را به چشیدن طعم مرگ پذیرا شوم. اما چه توان کرد جز صبوری و چه میتوان گفت جز ما رأیت الا جمیلا؟ این آزمون بزرگ زندگی من است تا بر ثبات ادعای ایمانم انگشت صحت زنم و بر اعتقاد به آن عهد الست گواه باشم که خداوند میفرماید احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنوا هم لا یفتنون. و از این روز که مقام عیش میسر نمی شود بیرنج بل به حکم بلا بستن روز الست. به حقیقت چه آزمون سختی و چه ابتلاء حزن‌آوری به مرا در این راه و سربلندی این مسیر مگر لطف حق رهنمون باشد و دلخوشی به پاداش و دلخوشی به پاداش آن و تو مرا یاری نمایی که فرزندانمان را آنگونه که دوست داشتی به ثمر بنشانم. و مصطفی جان، آنچه خوبان دارن تو یکشتا داشتی. و در آخر به رسم رفاقت و آیین جوانمردی از دوستانت که معرفت را به اتم و اکمل پاس داشتن و مرا شرمنده بزرگواری خود نمودن و برای یافتن پیکر آسمانیت و بعد از آن خاک سپاری و سپس تجلیل و گرامی داشت محاسن و مفاخری که داشتی سنگ تمام گذاشتن، به پاس قدردانی از این همه محبت در این لحظات تلخ و سخت با دلی شکسته به دعاگوییشان نشستم. امید که روزگار به طمع هیچ گلی از باغ وجود خود و عزیزانش نباشد که حقیقتا جانکاه و طاقت فرساست. ملتمس دعای خیرتان، کریمی. تشکر میکنم از همه عزیزان که در این مراسم